شیخ حمید محمود عضو هیئت عالمان دین بریتانیا میگوید که امارت اسلامی تنها آموزش سکولار و لیبرال را بر روی دختران به گونه موقت تعلیق کرده است. او که با جمعی از علمان دین بریتانیا و تازگی از افغانستان به بریتانیا برگشته، در یک نشست خبری تاکید دارد که تحصیل و صورت کامل برای دختران بسته نیست و دختران راه‌های بدیل برای تحصیل دارند. به گفته او، دختران در افغانستان می توانند در رشته‌های طب، آموزگاری و دینی تا سطح دانشگاه تحصیل کنند. گزارش هیئت عالمان دین بریتانیا از دیدارشان با مقام‌های امارت اسلامی. شیخ محمد محمود عضو هیئت عالمان دینی بریتانیا در جلسه گزارش دهی این هیئت به نقل از مقام های امارت اسلامی می گوید که تحصیل برای دختران در افغانستان به صورت کامل بسته نیست. این عالم دین که یک ماه پیش با جمعی از عالمان دینی بریتانیا برای گفتگو با مقام های امارت اسلامی به کابل آمده بود، می گوید که تنها آموزش های سکولار و لیبرال برای دختران به گونه موقت تعلیق شده است. دختران تا سن 10 الی 11 سالگی به مدارس ابتدایی می توانند بروند و از ادامه تحصیل در مدارس متوسطه منع شدند، که به این معنا نیست که دختران کاملا از تحصیل منع شده باشند. طالبان مانع آموزش خاص سکولار شدند و آموزش را کلا منع نکردند. شیخ محمود همچنان به نقل از مقام های امارت اسلامی می گوید که دختران در افغانستان می توانند تا دوره ابتدایی آموزش ببینند. این عالم دین همچنان افزوده است که بانوان برای ادامه تحصیل می توانند در تمام رشته های طبی، دینی و آموزگاری تا سطح دانشگاه به تحصیلات خود ادامه دهند. اگر دختران بخواهند آموزگار شوند، نیز تا دانشگاه می توانند ادامه تحصیل بدهند و همچنین دختران می توانند به مدارس مذهبی و دارالعلوم بروند. دختران همچنان می توانند در رشته های پزشکی ادامه تحصیل دهند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر از وضع محدودیت ها بر بانوان و دختران در افغانستان انتقاد کرده است. او ده چی مرگری ملتونه همیشه شوار برکوی او غاری چه در افغانستان در خلق اسره کمک کلی خب دوی چه شوار نراوزی عملی گامونه پورده کلی تر چو زموگه تاسو هیواد که زموگه تاسو هیوادوال بخپل کور پا منز که وشی کرای چنده آرامش پیدا کلی او ده غی چشو پا سی چه دوی نور هیوادونو تزی چه اخه وشی کرای بخپل کور منز که خپل امیدونه پوره کلی. این هیئت عالمان دینی بریتانیا یک ماه پیش از سوی یک مؤسسه خیریه در شرق لندن به حیث یک مأموریت حقیقت‌یابی برای درک بهتر جامعه افغانستان به کابل آمده بود و دیدارهایی هم با مقامهای امارت اسلامی داشت. گفتنی است که 2 سال می شود دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند. هرچند محدودیت بر تحصیل بانوان واکنش‌های گسترده جهانی را هم به همراه داشته است. اما امارت اسلامی میگوید که تلاش دارد تا زمینه شرعی آموزش و تحصیل دختران را در افغانستان فراهم کنند.